تو زمانهای قدیم منظورم بردهداریه. کسایی که برده بودن معمولاً به بیگاری گرفته می شدن. یعنی یه غذایی بهشون می دادن که فقط نمیرن که گاهنم می مردن از سختی کار. و معمولاً اینطوری بوده که هیچ تفریحی نداشتن و جای خوابشون هم بغل آتیش بوده. رفته رفته حالا این ایمپروف شد با سطح فرهنگ و مردم و حالا چیزهای شبیه این و این باعث شد که حالا بدن اینا رو بکنن توی سوله و بذارن اونجا بخوابن. خب شما وقتی که دور آتیش میخوابی یه شب دو شب سه شب تا یه جایی خسته نمیشی دیگه، بعدش از این روتین خسته میشی. بهترین چیز برای فرار از این روتین چیه؟ موسیقی منطقا. نکته کسی اینه که خب وقتی شما به بیگاری گرفته میشی پس پولی هم نداری که بری ادواتی بخری که باهاش ساز بزنی. شروع میکردن معمولا یک قسمت از یک آهنگ خیلی معروفشون رو، اونی که کمی خوش صدا تر بود، میخوند و بقیه حالا با دست، با بشکن، با یه سری صوت و اصوات، با دهن و حنجره ادامه میدادن مسیر رو باهاش تا موسیقی تموم شه. رفته رفته پیشرفت کرد، رفته رفته یه شکلی گرفت، یه فرمی گرفت و یه قالبی در هنر گنجونده شد و یه اسمی داره به نام بیت باکس. نمیدونم چقدر باهاش آشنایید و دلیلیه که من الان اینجا. نکته کسی اینه که من اینجام که این در مورد این موضوع باهاتون حرف بزنم که خیلی از مردم و جوانها که با موسیقی کلن غریبن باعث میشه که بیت باکس رو نشناسن و یه انگشتی میگیرن سمت کسایی که بیت باکس میزنن، میگن دیوون است. ولی اینطوری نیست، یعنی یه موسیقی، یک علمی پشتشه که علم موسیقی، حالا سولفج داره، تئوری موسیقی داره، هارمونی داره، کنترپوان داره، حالا هر چیزی. خب حالا وقتی که همه دارن مسخرت میکنن چرا باید مسیر رو ادامه بدی؟ ادامه میدید مثلا اگه شما رو در خصوص کاری اکثریت جامعه مسخره کنن شما باز اون کار رو ادامه میدید؟ منطقا اینطوریه که نه دیگه، چه اصراری، همه دارن مسخرت میکنن، میذاریش کنار و به گذر زمان میسپاری و فراموشش میکنی. بچه‌هایی که توی بیت باکس، یعنی کلا تو خانواده آندرگراوند که شامل 4 تا چیز میشه، موسیقی زیرزمینی، رپ که همتون تقریبا اکثریتتون میدونید که چیه، بیت باکس که یه سری آواز، صوت، ملودی در قالب یه متر و ریتم زمانی با دهن تولید میشه، بریک دنس که همتون راجع به دنس اطلاعاتی دارید، و گرافیتی که نقاشی خیابونیه. هیچ کدوم از دولت‌ها معمولاً این رو نمیپذیرن و حمایتی نمی‌کنن، چون که از دیدگاه اون یه چیز خلافیه. خب داریم تو هر کاری، تو هر قشی آدم خلاف و حالا در اصطلاح میگن فاسد اگه اشتباه نکنم هست. ولی نکته ای که خب چرا تو باید توی مسیر باشی؟ شما وقتی چیزی رو دوست داشت، شخصا وقتی چیزی رو دوست داشته باشم باید انجامش بدم. و همه انسان ها این طبع بی‌نهایت پذیری رو دارن. حالا حریص، بعضیا بهش میگن حریص، بعضیا مثلا بهش میگن که نه این فکرش بزرگه، بعضیا میگن دلش بزرگه، رویا داره. این طبع بی‌نهایت پذیری باعث میشه که شما یه هدفی یا یه آرزویی داشته باشی که وقتی کوچیکش میکنی تبدیل میشه به هدف. و وقتی این هدف‌ها کوچولو کوچولو میشه، خیلی کوچک میشه، اینطوری میشه که میشه یک امید، یعنی یه چیزی که من میتونم بهش برسم دیگه. وقتی اولین حرکت بیت باکس رو میزنی اینجوری که خب دومیش هم میتونم، سومیش رو میزنم، وقتی کلاس اولو پاس میکنی تا پیش دانشگاهی نمیتونی فکر کنی، به شریف نمیتونی فکر کنی، به مثلا پست داک نمیتونی فکر کنی، ولی میتونی به کلاس دوم یا سوم نهایتاً با جایشی فکر کنی. همه آدما دنبال چند تا چیز میگردن: یک، پول، دو، قدرت، سه، شهرت، معروفیت، محبوبیت. همش رو در قالب شهرت انجام میدیم. حالا چرا بیت باکس؟ با بیت باکس به کدوم از اینا میتونی برسی؟ شهرت و یک موقعیت نسبی تو همون خانواده. شاید بگید که با علم میشه به این رسید. درست میشه به این رسید. یه تفاوتی داره. وقتی اسم مریم میرزاخانی، استاد میرزاخانی رو الان میشنوید، یه 5-6 سال بعد حل کردن سال لاینحل همه دیگه میشناسنشون. وقتی سال 76 ایشون 2 تا مدال طلای ریاضی گرفت تو جهان، هیچکی نمیشناخت. وقتی راجع به پرویز معین حرف میزنیم، اینطوریه که بچه‌های مکانیک میدونن که ایشون رئیس دپارتمان مکانیک دانشگاه استنفورد. ولی وقتی راجع به آقای شجریان حرف میزنیم، همه اینجام حداقل میشناسن، یا با ایشون بزرگ شدن یا با پسرشون و حالا یه آشنایتی دارن. خب چرا باید ادامه بدیم مسیر رو؟ چون که اون هدفه باعث میشه که فکر کنی که بتونی. و چرا الان من اینجام؟ چون که من یکی از اون افرادی هستم که اون انگشت اشاره سمتش بود که نمیتونه، دیوونه است، همه چی.
این در قالب یه خانواده شکل گرفت از تقریبا 11 سال پیش. با 4 نفر شروع شد. خیلی از هم دور بودیم، یعنی گلستان، زاهدان، تهران و تبریز. در نتیجه الان تو یک مرحله هستیم که 22500 نفر به صورت رسمی ما رو میشناسن جدا از خانواده هاشون، کسایی که فقط بیت باکس میزنن تو ایران، و 30000 نفر غیر رسمی ما رو دنبال میکنن که یه خانواده 55000 نفری داریم. حالا چرا وقتی شما وارد این خانواده میشی دوست داری که ادامه بدی؟ به عنوان مثال براتون میگم، یک شخصی رو در نظر بگیرید که 15 سال تجربه یک کاری رو داره و یک شخصی که تازه 0 کیلومتره و وارد اون بازار کار شده، اون هنر شده، اون علم شده. معمولاً توی بحث علم و توی بحث کار این رقابت خیلی زیاده که این پیشرفت نکنه من برم بالاتر، یا این اگه پیشرفت میکنه جایگاه من محفوظ باشه یا ایمپروو شه. ولی توی بیت باکس اینطوری نیست، یعنی اینجوریه که هر چی از توانشون بر بیاد انجام میدن برای شما، مثل پدر و مادر، چه اونی که از روز اول اومده و بوده، مثلا 18 سال این کارو انجام میده و بیت باکسر خوبیه، چه اونی که یک روزه بیت باکس میزنه، شاید یه سال. این با هم بودن، این حس سرزندگی، این حس امید توی بچه‌ها، این حس مسخره نشدن، این حس امنیت داشتنه که یه خانواده‌ای هست که از من حمایت کنه، که منو بشناسن، که منو ببینن، باعث میشه که شما توی این مسیر باشی، در صورتی که اگر وارد مسیر دیگه‌ای می‌شدی امکان نداشت که این انجام بشه. من چند روز پیش دانشگاه شریف بودم و برای یه کاری رفته بودم، روی یه قسمت از یه دری یه جمله‌ای دیدم، و معمولا بچه‌های شریف اینطوریان که درس می‌خونن درن شریف، خب که چی بشه که درس بخونن که باز یا اپلای کنن و برن، یا توی ایران به یه سمت و حالا موقعیت شغلی خوبی برسن. خب که چی بشه؟ یعنی تعریف زندگی پول، کار، همین ربات. ولی درستش این نیست، یعنی تو از زندگی باید لذت ببری دیگه، اون لذت رو با درس خوندن میبری. امکان نداره کسی از درس خوندن لذت ببره، یعنی من اینو به جرئت میتونم بگم. شما مجبور بودی اون کارو انجام بدی، چون که پیشرفت کردی و موفق شدی الان حس میکنی که اون یه حس سرزندگی تو ایجاد میکنه، ولی اصلش این نیست. اصلش اینه که تو مجبور بودی اونو انجام بدی، هدف داشتی، امید داشتی، آرزو داشتی، مجبور بودی، چیز دلبخواهی نبوده. یعنی هیچ کدوم از شما به صورت دیفالت اینجوری نبوده که خب من نمیرم مدرسه و حالا ببینیم چی میشه. همتون مجبور بودید برید مدرسه. نکته ای که هست، این حس سرزندگی توی این خانواده بهت این انگیزه رو میده که پیشرفت کنی. حالا جمله‌ای که رو در یکی از قسمت‌های دانشگاه شریف دیدم چی بود؟ اینکه این کتاب‌هایی که الان داری می‌خونی و این سختی‌ها بیشتر جدیش بگیر تا بتونی راحت‌تر بری. یعنی تهش باز رسید به اون رفتنه. این مجبور بودنه از اون امیده میاد، یعنی تو امید داری که یه روزی میری، امید داری که یه روزی یه سمت خوب پیدا میکنی، رئیس دانشگاه میشی، هر چیزی، کاری ندارم با انگیزه و هدفا. انگیزه از امید میاد، یعنی شما وقتی که یه کاری رو دوست داری که انجامش بدی، اگه مجبور باشی که خب مجبوری کاریش نداریم، اگه دل بخواه باشه و شما اون کار رو حالا خودآگاه و یا ناخودآگاه انتخابش کرده باشی به خاطر میزان علاقت، در نتیجه برای خودت هدف گذاری میکنی، اون هدفه باعث میشه که شما انگیزه داشته باشی، انگیزه باعث میشه که استپ با استپ بری جلو. نکته آخری که میتونم بگم خدمتتون اینه که یه دو تا بیت از دو شخص مختلف براتون میخونم و با یک نتیجه گیری زحمت رو کم میکنم. یه جمله هست میگه: همه گفتند مجنونوار بسی بحر چه میگردی، چه خوش باشد همین دیوانگی جانا که در آن عالمی دارم. خیلی شعر زیباییه، یعنی تو میدونی که به یه چیزی قراره برسی و یه انگیزه ای هست. من امروز اینجا بودم که فقط راجع به این امیده باهاتون صحبت کنم و بگم که اگه کاری رو بخواید میشه، یعنی این امیده فقط مهمه، اون امیده و اون انگیزه. من درس میخوندم، برای خودم لای دفترام شکلات میذاشتم و من خیلی شکلات میخورم، بعد اینجوری که هر صفحه‌ای که خوندی اون شکلات رو بخور. بعد اینجوری بودم که خب یه صفحه خیلی زیاده دیگه، یه پاراگراف، بعد از 80 کیلو شدم 100 کیلو. بعد اینجوری بود که اون انگیزه بود که حالا لاغر کن روز به، حالا برو کرفس بخور. اون انگیزه باعث ایجاد زندگی میشه تو شما، تو هر کسی، تو هر انسانی. با افتخار کوچکترین عضو خانواده ایران بیت باکسم و سالیان سالیه که ما داریم توی این هیته تلاش میکنیم و به مردم میشناسونیمش و امید داریم در آینده این نزدیک که مثل فرانسه امروزی بیت باکس به عنوان یکی از فیلدهای موسیقی توی دانشگاه تدریس میشه، تدریس بشه
و دیگه ملت سمت و سوی از اون اثر انگشت اشاره‌ای که اولش گفتم روما نگیرن. میگه که اگه دیدی دستت تاس، یعنی اگه بازی با شماست، اگه دیدی رفیقت لنگه بباز. اینجا نه Thank you.